که زمانی که شما نیمه وحشی رو درخت زندگی میکردید، تمدن هخامنشی ما از مرزهای آسیای میانه تا شمال آفریقا بود. چیز میخوای به من یاد بدی؟ فرهنگ ما، هنر ما، ادب ما، استقامت ما، کجای دنیا تونستن به اندازه مردم ایران این انقدر استقامت؟ یه روسیه رو ببینید، 3 ماه با آمریکا درگیر شده، به چه بلای سرش اومد؟ 43 سال همینه. آقا ما ایرانی ها، اینو به شما بگم، این یک رسالت الهی گردن ایران، خدا خواست اینو به ایرانی ها بده. اون رسالت چیه؟ نجات دین خدا. ما ایرانی ها که میدونید ما از قدیم الایام معروفیم به این که از ادیان الهی حمایت کنیم. اینو بدونید، عامل دینداری تقریبا میشه گفت اکثریت مردم دنیا یک جوره ایرانی ها هستن. حتی بودایی شدن چینی ها، من اینو قبلا سخنرانی کردم که یک شاهزاده ایرانی بود رفت اونجا بودیسم رو برد اونجا. اون قدیم اینطور بود که کشورها برای اینکه علیه همدیگه اقدام نکنن، بچه های پادشاه ها رو به عنوان سفیر میپذیرفتن، من که کاری نکنن، جنگ درست نکنن. ها؟ شاهزاده ایرانی به عنوان سفیر فرستاده میشه به چین و همه مردم چین رو، 1 میلیارد الان 400 خورده میلیون جمعیت اونجا، بخش عمده ایش اگر بودایی هستن یا بودن، به واسطه یه ایرانی اتفاق میفته. یا یه فرد دیگه بوده به اسم بودی دارما، این هم این آیین زن که در ادیان شرقی هستن باز توسط ایشون بوده. زمانی که یهودیت داشت نابود میشد، کوروش ایرانی با مشورت انبیاء بنی اسرائیل که اون زمان زنده بودن، مثل اشعیای نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی، اینها هم عصر هخامنشیانن. خب یهودیت رو نجات میده. بعضی میگن آقا برای چی کمک کرده به یهودی ها؟ میگن بابا دین خدا بود اون موقع. نه نباید میکرده. میگن با خدا داشته برشون پیغمبر میفرستاده، شما این کاسه داغتر از آشی؟ خدا داشته پیغمبر میفرسته، یعنی امید داره به هدایت. در زمان مسیحیت هم همین اتفاق افتاد. والریانوس حمله کرد بره مسیحیت رو با خاک یکسان کنه. بین راه شاپور ایرانی رفت اینو گرفتش، باش جنگید، اسیرش کرد، آورد همین دسفول، همین دژپول. گفت بیا اینجا، ازش عملگی کشید. اینم تصویر کردن رو سنگ‌نگاره‌ها. می‌خواست سوار اسب بشه، والریانوس امپراتور رو صدا کرد، گفت بشین. 14 سوار پاشم داشت پشت میرفت سوار اسب بشه. یه نفری برای من نقل میکرد، میگفت رفته بودیم یونان، مراکز گردشگری گوناگون میبردن، ما رو نشان میدادن، از جمله یه نقطه‌ای بردن، گفتن اینجا همون جایی است که سپاهیان ایرانی آمدن اینجا از ما شکست خوردن. یه بیابون خالی میبرن اونجا، مردم رو نشون میدن که اینجا اون جایی است که ایرانی‌ها در اون دوره لشکرکشی کردن، اینجا شکست خوردن. یه فضای خالی رو نشون میدن، یه مدعای تاریخی رو با یک فضای خالی اثبات میکنن. خب اینجا مجسمه والریان هست، امپراتور روم، نزدیکی کازرون اونطور که شنیدم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا رو برید نشون بدید این به اون در. امروز هم این رسالت باز هم بر عهده ایرانیانه. یعنی هم یهودیت رو نجات دادیم، هم مسیحیت رو نجات دادیم، هم اسلام رو نجات میدیم. حالا ولو کره المشرکون، ولو کره الکافرون، میخواد خوششون نیاد نیاد، این رسالت ماست، این وعده الهیه. پیامبر زد بر شانه حضرت سلمان یا رون پای حضرت سلمان، فرمود هازا و زبوه، اینو قومشن اون که کاری سره میکنن و تمام میکنن. الان هم تو دنیا نگاه بکنید، هر که هر جا دودی داره از آتش ما ایرانی هست. الان آتش سریال دوست سر ما نمیسازیم، بسازیم یه نگاه میکنن، کم اسطوره داریم، خدا شده کم از هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما هویت نداره. به جرعت بهتون میگم،
تاریخی سراسر یک تا پرستی، نه از این دریوری ها پرستیدی من اینجور چیزا. آیندمون هم جالبه و نورید و انمون نه علالذین از توزفو فلاز میگه دو آخر آینده مال شماست. انسان همیشه محصور بین دو جدار است، گذشته آینده. تو هم گذشتت افتخار آمیزه، هم آیندت. هیچ تمدنی، هیچ چیزی دو دنیا بود. تو فکر میکنی الان اون بیچاره که نمیدونم مثلا تو کشور ویتنام نمیدونم چی داره تو تاریخش به بچهش یاد میده؟ چی بگه؟ میری چی میگه؟ ما انقدر سال دست چینیا بودیم، انقدر دست ژاپنیا بودیم، انقدر دست فلان آمریکا حمله کرد، سم دیوکسین ریخت فلانمون کرد، به هم ریخت. تویی که میگه امپراتوری داشتم فلان، اگر یونانی ها به هم حمله کردن پس گرفتم، اگر چنگیز خان مغول حمله کرد بلایی سر این دار دستش آوردم که رصدخونه و مسجد ساختن، یارو مسلمان شد، اسمش گذاشت سلطان محمد خداونده. تویی میتونی ادعا بکنی، لذا خطرناکی